ادامه بررسی ها روی پرونده اتهام ها بر جنرال عبدالرشید دوستم. دادستانی کل می گوید این نهاد پرونده اتهام ها بر معاون نخست رئیس جمهوری را با بی‌طرفی و استقلالیت کامل بررسی کرده و آن را به دادگاه فرستاده است. این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف همکارای ما به تاریخ 22 جوزای سال 1396 حدود یک ماه قبل محول محکمه شده. قسمی که روز گذشته رئیس جمهور کشور بر استقلالیت و بی‌طرفی اداری لوی سارنولی تاکید داشتن، اداری لوی سارنولی با توجه به احکام قانون به دور از هر نوع گرایش های سیاسی، قومی و حزبی به خاطر تامین عدالت و رعایت انصاف با روی کرده عدلی قضایی خود اقدامات مؤثر عملی را داشته. اما دادگاه عالی می گوید که پرونده فرستاده شده به دادگاه ابتدایی پرونده 8 نگهبان آقای دوستم است، نه از خود وی. همون دیسیز به محکمه ابتدایی روان شده تا کار محکمه ابتدایی است مطابق اصول قانون و کار خود پیش می برن و سرش انشاءالله تصمیم قضایی خود خواهد گرفتن. با این هم در چه حالت پرونده جزایی از دادستانی به دادگاه فرستاده می شود؟ محکمه ابتدایی از خود صلاحیتای داره، او را مورد رسیدگی قرار میده. در صورتی که دعوا یا امی موضوع قضیه به صورت درست تحقیق شده باشه، محکمه ابتدایی حکم خود صادر میکنه. حکم از دو حالت داره، یا امکان داره که حالتی براعتش تایید بکنه و یا اینکه الزامیت متوجه حالش بسازه و متناسب با الزامیت بوره مجازات بکنه. با اتهاماتی که آقای اشجی برای آقای دوستم زد، قراره که در ریاست جمهوری صورت گرفته است که او را در همی دام و خاردار لوی سارنوالی و قضا محبوس و محصور کنند. دادستانی کل در حال فرستادن پرونده اتهام ها بر معاون نخست رئیس جمهوری را به دادگاه همگانی ساخت که دیروز سرپرست سفارت ایالات متحده امریکا در کابل از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست تا این پرونده را با دقت و شفافیت بررسی کنند. آقای دوستم متهم است که بر احمد اشچی، والی پیشین جوزجان و رقیب سیاسیش، با نگهبانانش یکجا بدرفتاری جنسی کرده است.